بخش دوم اپیدمیولوژی بالینی و کنترل حاری را خدمتتون ارائه میدم. عنوان این بخش اپیدمیولوژی توصیفی و وقوع بیماری هست. دوره کمون، سیر طبیعی، انتشار جغرافیایی، روند زمانی، تأثیر سن و جنس و شغل و موقعیت اقتصادی اجتماعی، تأثیر عوامل مساعد کننده یا زمین ساز، حساسیت و مقاومت میزبان، میزان حملات ثانویه و بالاخره راه‌های انتقال و دوره قابلیت سرایت. در مورد دوره کمون حاری، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، یک محدوده وسیعی را شامل میشه که از 4 روز تا 19 سال گزارش شده. البته دوره کمون متوسط بیماری حدود 1 تا 3 ماه در نظر گرفته میشه، چون اغلب موارد بیماری در عرض این مدت علامت دار میشه و دوره کمون در این محدوده قرار میگیره. ولی خب به ندرت ممکنه دوره کمون چند روزه و چندین و چند ساله هم داشته باشه. عوامل اثرگذار بر دوره کمون حاری اینهایی هستند که خدمتتون عرض میکنم. شدت زخم، محل زخم. منظور از محل زخم این هستش که آیا زخم محل حارگزیدگی در یک جای پر عصب بدن اتفاق افتاده یا یک جای کم عصب یا معمولی. فاصله بین محل گزش یا آسیب ناشی از حمله حیوان حار و مغز، اینی که فاصله کم هست یا زیاد هست، و بالاخره تعداد ویروس یا غلظت ویروسی که وارد بدن میشه و سویه ویروسی که وارد میشه. در مورد هر کدوم از اونها توضیح مختصری خدمتتون میدم. در مورد شدت زخم، ثابت شده که هر چه زخم شدیدتر باشه احتمال کمتر بودن دوره کمون بیشتر هست. پس یک رابطه معکوسی بین شدت زخم و طول دوره کمون حاری وجود داره. مثلا زخم ناشی از چنگال گربه بر پشت دست ها ممکنه دوره کمون طولانی تری داشته باشه در مقایسه با زخم ناشی از حمله گرگ حار که معمولاً به سر و صورت حمله میکنه و به یک زخم و 2 زخم رضایت نمیده. محل زخم، بعضی از جاهای بدن مثل انتهای انگشتان دست یا انگشتان پا یا صورت محلهایی هستند که پر عصبتر از جاهای دیگر بدن هستند. اگر زخم محل حارگزدگی در این محلها ایجاد بشه معمولاً دوره کمون کوتاه‌تره. همچنین فاصله بین محل گزش یا آسیب و مغز، هرچه این فاصله کمتر باشه دوره کمون کوتاه‌تره و هرچه بیشتر باشه دوره کمون طولانی‌تره. زخمی که در سر و صورت ایجاد شده فاصله ای تا مغز نداره، بنابراین انتظار میره دوره کمون کوتاه‌تر باشه، ولی زخمی که روی پاها یا در ساق پا ایجاد شده بیشترین فاصله رو تا مغز داره، پس انتظار میره در اینجا دوره کمون طولانی تر باشه. و بالاخره تعداد ویروسی که وارد بدن میشه میتونه روی دوره کمون اثر بذاره. طبیعیه که هرچه تعداد بیشتری ویروس وارد محل حارگزیدگی بشه دوره کمون کوتاه‌تره و هرچه تعداد کمتری ویروس وارد بشه دوره کمون طولانی تر هست. سویه ویروس هم تأثیر داره. مثلا ویروسی که از طریق گزش خفاش وارد بدن میشه و یا ویروسی که از طریق سگ حار یا گربه حار یا گرگ حار وارد بدن میشه، اینها با هم دیگه ممکنه متفاوت باشن. یعنی اون چه که از طریق گزش خفاش وارد بدن میشه اون متفاوته با ویروس های دیگه. در اینجا شما ناحیه صورت و پرعصب بودن اونا ملاحظه میکنید. در اینجا انتهای انگشتان دست را ملاحظه میکنید و پرعصب بودنش را
و در اینجا هم اعصاب انتهای انگشتان پا را مشاهده میکنید. بنابراین هرچه انتشار اعصاب محل گزش حیوان هار بیشتر باشه، احتمال وقوع هاری هم بیشتره و دوره کمون کوتاه‌تر خواهد بود. در این اسلاید هم محل گزش را ملاحظه می‌فرمایید. مثلا محل گزش اگر پشت دست باشه، فاصله کوتاه‌تری به مغز داره تا زمانی که مثلا روی پاها باشه، یا اگر محل گزش روی صورت باشه، کوتاه‌ترین فاصله رو داره و بنابراین با دوره کمون خیلی کوتاه‌تری ممکنه مواجه بشیم. پس هرچه محل گزش حیوان هار به مغز نزدیکتر باشه، احتمال وقوع هاری هم بیشتره و از طرفی دوره کمون هم کوتاه‌تر خواهد بود. در این نمودار بار دیگه دوره کمون رو شما ملاحظه می فرمایید. در 25% موارد کمتر از 30 روزه. در 50% موارد بین 1 تا 3 ماه هست و در 20% موارد بین 3 ماه تا 1 سال و بالاخره در 5% موارد هم بیشتر از 1 سال هست. بنابراین همونطور که ملاحظه می فرمایید، اکثریت موارد، یعنی حدود 75% موارد، دوره کمون 1 تا 3 ماهه داره و دوره کمون بیش از 1 ساله فقط در 5% موارد ممکنه اتفاق بیفته. اون چی که خدمتتون عرض کردم در مورد دوره کمون حالی بود. میرسیم به دومین زیر عنوان از 9 زیر عنوانی که قرار روش صحبت بکنیم، یعنی سیر طبیعی هاری در انسان. سیر طبیعی هاری در انسان در 5 مرحله طی میشه. مرحله اول یا مرحله بدون علامت همون دوره نهفتگیه که بندزه کافی به اون اشاره کردیم. مرحله دوم دوره مقدماتیه. در دوره مقدماتی هیچ علامت اختصاصی عارض نمیشه. علائمی شبیه به علائم سرماخوردگی شدید یا آنفولانزا و یک سری علائم غیر اختصاصی دیگه ممکنه عارض بشه. در مرحله سوم که مرحله درگیری اعصاب یا مرحله نورولوژیک حاد نامیده میشه، در اینجاست که علائم اصلی هاری ظاهر میشه. در 80% موارد به صورت هاری تهاجمی و در 20% موارد به صورت هاری فلجی خودش رو نشون میده. در مرحله چهارم بیماران معمولاً به اغما میرن و معمولاً بیماری به مرگ ختم میشه، ولی به ندرت اگر هاری به صورت فلجی تظاهر کرده باشه، چه با اقدامات درمانی و چه بدون اقدامات درمانی، ممکنه که بیماران بهبود پیدا کنن. موارد انگشت شماری در حد کمتر از انگشتان دست و پا، یعنی کمتر از 20 مورد در کل دنیا گزارش شده که بعد از ابتلاء به هاری نوع فلجی بیماران نجات پیدا کردن و این را میگیم مرحله پنجم. اون چی که در این اسلاید ملاحظه میفرمایید همون مراحل پنجگان است، از دوره کمون که بنز کافی صحبت کردیم. دوره مقدماتی همونطور که اشاره کردم علائم غیر اختصاصی درش عارض میشه و ممکنه 2 تا 10 روز طول بکشه. در دوره بیماری نورولوژیک حاد که مرحله اصلی هاری هستش، باز همونطور که اشاره شد ممکنه هاری به صورت تهاجمی باشه که فوریوس ریبیس نامیده میشه، فوریوس ریبیس، یا اینکه به صورت فلجی که پارالیتیک ریبیس نامیده میشه. اولی در 80% موارد و دومی در 20% موارد اتفاق میفته. بیمارانی که علائم هاری در این مرحله درشون ظاهر میشه، حدود 2 تا 7 روز را با این علائم طی میکنن و وارد مرحله بعد میشن که مرحله کما و مرگ هستش و از 0 تا 14 روز گزارش شده. ممکنه بلا فاصله به مرحله کما که رسیدن مرگ حادث بشه، ممکنم هست که حدود 2 هفته در حالت کما باقی بمونن. و مرحله پنجم که همون بهبودی یا ریکاوری هست بسیار بسیار نادره. فاز اول بیماری همون دوره کمونه
که قبلا در موردش توضیح دادم خدمتتون. فاز دوم دوره مقدماتی هست که با علائم غیر اختصاصی نظیر کسالت، تب، سردرد، خستگی و بی اشتهایی تظاهر میکنه. در 50-80% موارد ممکنه حالت سوزن سوزن شدن بدن که به گزگز و مورمور یا پارستزی هم معروف هست ایجاد بشه. درد تیرکشنده محل گزیدگی ممکنه وجود داشته باشه. البته این درد ممکنه موضعی یا انتشاری باشه و همچنین همراه با سوزش یا خارش موضعی باشه. ممکن هم هست این علائم همش وجود نداشته باشه. ناگفته نمونه که اولین علامت هاری ممکنه بروز درد تیرکشنده عصبی در زخم محل گزش حیوان هار باشه. در این مرحله همچنین ممکنه حالت ترس، اضطراب، بیقراری، تحریک پذیری، عصبانیت، بیخوابی و افسردگی هم با شدت پایین البته وجود داشته باشه و علائمی مثل گلودرد، سرفه، لرز، شکمدرد، حالت تهوع استفراغ و اسهال هم در بعضی از بیماران گزارش شده. پریاپیسم یا نعوز دردناک عادت تناسلی مردان هم خیلی به ندرت ممکنه که عارض بشه و در مجموع این دوره تقریبا 2-10 روز طول میکشه. فاز سوم یا مرحله سوم در واقع دوره نورولوژیک حاد هست که دوره اصلی هاری را تشکیل میده. در این مرحله پرتلاشی، توهم، هذیانگویی، اختلال جهتیابی زمانی مکانی، حرکات غیر معقول، تشنج و امثال اینها تظاهر میکنه. این علائم معمولا به طور متناوب به وجود میاد و حالت بیقراری، حمله به اطرافیان، گاز گرفتن اونها و سایر حرکات غیر معقول، اینها چیزاییه که عرض کردم به طور متناوب و گاهی هر 5 دقیقه یک بار به صورت تکرار پذیر حادث میشه. این حالات ممکنه در اثر محرک‌های شنوایی، بینایی، بویایی یا حتی لامسه‌ای بروز بکنه و به همین دلیل هستش که بیماران نسبت به این محرک‌ها شدیداً حساسیت نشون میدن. در فاصله بین حملات بیماران اغلب بیقرارن ولی ظاهراً سالم به نظر میرسن و حتی همکاری میکنن با پزشک و پرستار. در بیش از نیمی از این بیمارا تلاش برای نوشیدن آب باعث اسپاسم گلو یا حلق میشه و درد شدیدی را ایجاد میکنه و به همین دلیل هستش که بیمارا دچار تهوع و حتی حالت خفگی میشن و ترس از آب در مراحل بعدی به وجود میاد. ترس از آب یا هایدروفوبیا، ترس از وزش باد یا دمیدن به صورت اونها یا به بدن اونها که آئروفوبیا گفته میشه هم ممکنه حادث بشه. ترشحات بزاقی فراوون، تعریق، اشریزش، افزایش تعداد تنفس، آریتمی قلبی و علائم دیگه به فراوانی در این بیماران دیده میشه. فاز چهارم که دوره اغما نامیده میشه، در این مرحله ویروس عامل هاری با تکثیر بیشتر تقریبا به تمامی سلولهای مغز حمله ور میشه و در بیمارانی که تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار نگیرن سریعا باعث ایست تنفسی میشه و در اونهایی که تحت چنین مراقبت‌هایی قرار بگیرن ممکنه بیماران تا 10-20 روز هم زنده بمونن. حالت اغما در خلال 10 روز اول بعد از شروع علائم بالینی معمولا عارض میشه و همونطور که اشاره کردم چند ساعت تا چند روز به طول میانجامه و قبل از اینکه به مرگ منجر بشه ممکنه علائم میوکاردیت یا التهاب عضله قلب هم ایجاد بشه. فاز پنجم هم که فاز بهبودی احتمالی هست خیلی به ندرت ممکنه که
حادث بشه. اون هم تحت تأثیر مراقبت‌های شدید پزشکی در مرحله اغما. ضمناً تمامی موارد بهبود یافته کسانی بودند که دچار حالت فلجی بودند و اونچه که در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید بعضی از گزارشاتی هست که مربوط به بهبود یافتگانه. همونطور که عرض کردم اینها تقریبا همگی دچار حالت فلجی بیماری بودند. به هر حال احتمال بهبودی بسیار کمه و طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2018 تا اون زمان فقط تعداد 15 نفر بعد از ابتلا به هاری جان سالمی به در بردن و تازه اونهایی که بهبود پیدا کردن بعضیاشون دچار عوارض خیلی شدید و ماندگاری شدند. سازمان جهانی بهداشت در همین گزارش اعلام میکنه که بدون انجام مراقبت‌های ویژه مرگ این بیماران در عرض 2-3 روز بعد از بستری شدن در بیمارستان حادث میشه. شایان ذکر که ابن سینا در اوایل قرن 11 میلادی ضمن تأکید بر مهلک بودن بیماری هاری در مورد سابقه زنده موندن انسان‌های مبتلا به هاری تا اون زمان در کتاب قانون در طب اینگونه نوشته: پزشکان پیشینه روایت کردند که در تمام عمرشان فقط 2 کس را دیدن که بعد از ترسیدن از آب یا همون هایدروفوبیا یا به عبارت دیگه بعد از ظهور علائم هاری شفا پیدا کردند و زنده موندند. حکیم جرجانی هم در کتاب ذخیره خوارزمشاهی این تجربه را این گونه به رشته تحلیل در آورده که: و هر کس که هنوز از آب نمی ترسد علاج او آسان‌تر است و هر کس از آب بترسد کمتر خلاص یابد. این بحث از آب بترسد و نترسد هاری هستش که علامت دار باشه یا هنوز در دوره کمون باشه و علائم در اون ظاهر نشده باشه. اون چه که در رابطه با مراحل پنجگانه بیماری هاری تا اینجا خدمتون عرض کردم مربوط به هاری تهاجمی یا هاری کلاسیک بود. 20% موارد هاری ممکنه به صورت فلجی یا غیر کلاسیک تظاهر بکنه که معمولاً ناشی از خفاش گزیدگی هست و نظیر گیلنباره به صورت فلج شل ظاهر میشه و حالت بالا رونده داره. در این حالت نخاع شدیداً درگیر میشه و حالات مختلف فلجی در این نوع بیماری سایر علائم بالینی را تحت شعاع قرار میده که من در اسلاید بعد بیشتر توضیح میدم خدمتتون. و همونطور که اشاره شد اسپاینال کورد یا تناب نخاعی در این حالت شدیداً درگیر هست. دردهایی که در هاری فلجی حادث میشه تحت عنوان دردهای نوروپاتیک و رادیکولر موسوم هستند. اختلالات حسی و حرکتی مختلف در اینها ایجاد میشه و حرکات کره‌ای شکل در اندام‌های مختلف و به خصوص در اندام محل گزش حیوان هار ممکنه که حادث بشه. استرابیس، نیستاگموس، گشادی مردمک‌ها، نامساوی بودن اندازه مردمک‌ها و دوبینی هم ممکنه که عارض بشه و در بعضی از بیماران حتی فلج تارهای صوتی هم به وجود میاد. فلج ممکنه که وسیع و قرینه باشه و یا در اندام هارگزیده از شدت خیلی بیشتری برخوردار باشه و حتی در غیاب فلج عمومی و علارغم افزایش تونیسیته عضلات مختلف بدن ممکنه عضلات اطراف محل گزیدگی دچار ضعف و سستی شده باشه که البته این علامت خوبیه برای تشخیص هاری. در نوع فلجی هیدروفوبی، آیروفوبی و پرکوششی و تشنج معمولا وجود نداره. باید به این مسئله هم توجه داشته باشیم. و همونطور که اشاره شد با فلج بالا رونده شبیه به سندروم گیلنباره مواجه میشیم و سرانجام علائم مننژه ممکنه عارض بشه.
همچنین دوره حاری فلجی طولانی تر از حاری تهاجمی هستش. البته قبلا تصور می شده که حاری فلجی صرفا طی تماس با خفاش عارض میشه، ولی امروزه مشخص شده که اینطور نیست و به ندرت ممکنه که در اثر گزش حیوانات حار دیگه هم ایجاد بشه. این همون گشاد شدن مردمک هاست و نامساوی بودن اندازه اونها. مردمک چشم راست گشادتر از مردمک چشم چپ هست و تحت عنوان سندروم هورنر معروف هست. هورنرز سندروم. ناگفته نمونه که سندروم هورنر محدود به حاری انسان نمیشه و در حاری حیوانات هم ممکنه مشاهده بشه، همونطور که در این سگ حار و در این گربه حار هم مشاهده شده. در مجموع حاری تهاجمی یا کلاسیک خیلی دراماتیکتر و پرسر و صداتر هست و سیر سریعتری را طی میکنه، در حالی که در حاری غیر کلاسیک یا فلجی سیر بیماری کندتر هست و از جمله فلج معمولا به طور ناگهانی آغاز نمیشه، بلکه به تدریج آغاز میشه و سیر تدریجی را طی میکنه. مثلا از محل گاز گرفتگی حیوانات یا چنگال حیوانات حار آغاز میشه و بعدن سیر بالا رونده و دو طرفه به خودش میگیره و به شکل سندروم گیلنباره معمولا تظاهر میکنه و این مسئله تدریجی بودن مختص حالت فلجی و سیر اون نیست، بلکه در مجموع کلیه علائم مرتبط با حاری غیر کلاسیک و از جمله کما هم به تدریج پیشرفت میکنه و ناگهان شروع نمیشه و ناگهان هم منجر به مرگ نمیشه. و همین تفاوت‌های حاری غیر کلاسیک با حاری کلاسیک باعث میشه که در حاری نوع فلجی تشخیص افتراقی زیادی داشته باشیم. تا اونجایی که طبق گزارشات موجود در اغلب موارد تشخیص اولیه در بیمارانی که دچار این نوع حاری بودند خود حاری نبوده، بلکه بیماری های دیگری بوده که باعث ایجاد فلج و یا نهایتاً آنسفالیت در انسان می شده که در استایدهای بعد به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد. به طور کلی تشخیص های افتراقی حاری شامل مننژیت های مختلف، آنسفالیت های مختلف، اپیلپسی یا سر، مسمومیت دارویی و نوروسایکیاتریک دیزوردرز یعنی اختلالات نورولوژیک و سایکولوژیک و همچنین اعتیاد دارویی هستند. از جمله تشخیص های افتراقی دیگه میتونیم به کزاز اشاره بکنیم. البته در کزاز اعصاب حسی آسیب نمیبینند و تحت تأثیر قرار نمیگیرند، هوشیاری بیماران هم تحت تأثیر قرار نمیگیره و بیماران مبتلا به کزاز معمولا شاهد مرگ خودشون هستند. در کزاز انقباضات عضلانی خاصی وجود داره و از جمله یک حالتی در صورت ایجاد میشه که تحت عنوان ریزوس ساردونیکوس معروف هست. به همین دلیل به فارسی که ترجمه کردن نوشتند خنده شیطانی، انقباضات عضلات اطراف لب باعث یک چنین حالتی میشه. و همچنین حالت اوپیستوتونوس که در مبتلایان به کزاز معمولا دیده میشه و به خصوص در کزاز نوزادان. به هر حال تفاوت‌های عمده‌ای بین تظاهرات کزاز و حاری وجود داره. قبلا اشاره کردیم که تظاهرات حاری غیر کلاسیک به گونه‌ای که ممکنه با بیماری‌های مختلف اشتباه بشه و گاهی اونهایی که دنبال عضو پیوندی هستند رو هم به خطای بزرگی دچار بکنه.
همونطور که در همه کشورها تقریبا و از جمله در کشور خودمون ایران هم اتفاق افتاده. مثلا به گزارش دو مورد هاری ناشی از پیوند قرنیه که میرسیم، میبینیم در اوایل سال 1373 شمسی سرباز 23 ساله از اهالی اردبیل را با علائم پارزی و درد بازوی چپ و همچنین حالت خواب‌آلودگی، بیقراری، بی‌اشتهایی و حالت تهاجمی و سرانجام اختلال تعادل و فوتوفوبی و هیدروفوبی و کما در حین انتقال به تهران می‌بینند که جان خودش را از دست میده و در بیمارستانی که انتقال پیدا میکنه یکی از قرنیه‌های اون را در تهران به چشم مرد 32 ساله‌ای پیوند میزنند و این مرد حدود 39 روز بعد با افزایش رفلکس ها، اسپاسم عضلانی، فوتوفوبی و هیدروفوبی با تشخیص هاری تلف میشه و چند روز بعد در انستیتو پاستور ایران با بهره‌گیری از کشت سلولی نمونه نکروپسی مغز و آزمایش ایمونوفلورسانس تشخیص هاری را در این فرد مطرح میکنند و به سراغ فردی میرن که قرنیه دیگر بیمار را به اون داده بودن. میبینن مرد 40 ساله‌ای بوده از اهالی عراق که حدود 26 روز بعد از عمل جراحی پیوند قرنیه با علائم پرش و اسپاسم عضلانی و هیدروفوبی و فوتوفوبی و تشنج در یکی از بیمارستانهای عراق با تشخیص احتمالی کزاز جان خودش از دست داده که البته با توجه به سابقه پیوند قرنیه آلوده و تظاهرات بالینی که به اون اشاره کردیم در واقع این فرد هم دچار هاری بوده و هر دوی اونها در اثر دریافت پیوند قرنیه آلوده به ویروس هاری دچار این بیماری شده بودند. در مجموع در مورد سیر طبیعی به این نکات باید توجه عمیقی داشته باشیم. اول اینکه میزان موارد بدون علامت در هاری صفره. ما هاری ساب کلینیکال در انسان نداریم. البته در بعضی از حیوانات ممکنه اتفاق بیفته. میزان موارد حاد و مزمن. ما چیزی به اسم هاری مزمن نداریم. هاری یا وجود داره و به صورت علامتدار و حاد تظاهر میکنه و یا اینکه وجود نداره. میزان موارد بهبودی خود به خود اونقدر کم و انگشت شماره که باید بگیم بهبودی خود به خود صورت نمیگیره. نگر زمانی که با هاری غیر کلاسیک یا نوع فلجی مواجه باشیم که خیلی به ندرت ممکنه اینها نجات پیدا بکنن، چه با اقدامات پیشگیری کننده بعد از هارگزیدگی و چه حتی بدون انجام اون اقدامات که قبلا اشاره کردیم طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت حدود 15 نفر زنده موندن، البته با عوارض و سکل‌های متعدد بعدی. سیر بعدی بیماری با درمان و بدون درمان. متاسفانه علارغم اینکه هاری یکی از بیماری‌های عصر حجری و یکی از قدیمی‌ترین و شناخته شده‌ترین بیماری‌های انسانی و خیلی از حیوانات هست، ولی تا به حال هیچ داروی شفابخشی برای اون سنتز نشده. بنابراین سیر بعدی بیماری با درمان و بدون درمان نباید تفاوت عمده‌ای داشته باشه. مگر در همون موارد فلجی انگشت شمار که دیده شده بعضی از اقدامات غیر اختصاصی که براشون انجام شده موجبات نجات جانشون را فراهم کرده. میزان مورتالیتی هاری تقریبا 100% و میزان مصونیت بعد از بهبودی هم معلوم نیست. یعنی حتی در اون 15 نفری که نجات پیدا کردن مشخص نشده که آیا هاری که به اون مبتلا شده اند منجر به مصونیت شده یا خیر. در اینجا فیلم مستندی را در خصوص علائم بالینی هاری در انسان لازمه دیگه مشاهده بکنیم. مرد جوان ایرانی را ملاحظه میکنید که در سال 1334 هجری شمسی به علت گرگ هارگزیدگی
به انستیتو پاستور ایران مراجعه میکنه و به علت سردرد، بیقراری، استراب و ناآرامی شدید و اختلال بل بستری میشه. اختلال بل به قدری شدید بوده که حتی یک جرعه آب را نمیتونسته فرو بده و به دنبال خوردن آب دچار تهوع، استفراغ و حتی احساس خفگی میشه. این علائمی که اشاره کردیم حتی با خوردن یک لقمه غذا هم در بیمار ایجاد میشه و همونطوری که ملاحظه میکنید باز هم دچار تهوع، استفراغ و احساس خفگی میشه. این بیماران به علت اینکه قادر به نوشیدن آب نیستن شدیداً دزیدراته میشن و خلط اونها در یک مرحله از بیماری غلیظ میشه به همون شکلی که ملاحظه میکنید. اختلال هوشیاری به سرعت در بیماران ایجاد میشه و قبل از اون دچار توهمات شدید و هذیانگویی هستن. اختلال هوشیاری اونقدر ادامه پیدا میکنه که به سرعت به حالت کما فرو میرن، حالتی که در این بیمار ملاحظه میکنیم. بیمار دچار اختلال هوشیاری کامل هست، یعنی اغمای شدید، و بالاخره جان خودش را در اثر ابتلا به حاری از دست میده، واقعی که در طول تاریخ بارها تکرار شده. این هم کودک 7 ساله بنگلادشی هستش که دچار حاری هستش و با بیقراری و ناآرامی و اضطراب جلوی دوربین قرار گرفته. این بیمار حتی وزش باد را تحمل نمی کنه و خوردن آب را هم تحمل نمی کنه. یعنی آیروفوبیا و هیدروفوبیا درش به وضوح دیده میشه. شدیداً بیقرار و ناآرامه، به قدری که حتی در آغوش مادر هم به آرامش نمیرسه و سرانجام در مرحله بعد جان خودش را از دست میده. تهوع و استفراغ در این بیمار هم دیده میشه. کودک دیگری را ملاحظه میکنید که دچار بیقراری شدید و ناآرامی و اضطراب هست و باز هم به علت حاری بستری شده و حتی از دیدن آب وحشت داره و واکنش نشون میده. هایدروفوبیا و امتناع از خوردن آب و غذا. کودک دیگری که در کشور دیگه بستری شده و به قول ابن سینا صداهای شبیه به پارس کردن از خودش بروز میده. بار دیگه این صداها را گوش کنید لطفا. این پارس کردن واقعی نیست و امروز مشخص شده که به دلیل اسپاسم گلوت ناشی از انقباض عضلات حلقی ایجاد میشه.